شب گذشته 23مین و آخرین جلسه از سلسله جلسات علمی بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظما سید صادق حسین شیرازی دامت ظله در شبهای ماه رمضان 1443 در بیت معظم الله در شهر قم برگزار شد. در جلسه علمی دیشب که به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام پخش شد، یکی از حضار سوالی پرسید که در اغلب آیات قرآن کریم ابتدا نماز ذکر شده سپس زکات، ولی در آیه 14 و 15 سوره اعلا ابتدا زکات ذکر شده سپس نماز، وجه این تقدیم و تأخیر چیست؟ آیت الله العظما شیرازی فرمودند در این موارد تقدم و تأخر در ذکر زکات و نماز دلالت بر اهمیت یکی بر دیگری ندارد، زیرا حرف واو در کلام عرب دلالت بر ترتیب ندارد، اگرچه اهمیت نماز از برخی ادله دیگر برداشت می شود. سپس معظم الله فرمودند در زکات فطر فقها فتوا می دن کسی که نماز عید نمی خونه باید تا قبل از ظهر زکات فطر رو بده، اگه نماز عید می خونه واجبه قبل از نماز زکات فطر رو بده. سپس مرجعیت شیعه در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است عملی مستحب ثوابی فراتر از عمل واجب داشته باشد فرمودند زیارت امام حسین علیه السلام مستحب، اما ثوابش از حج بیشتره. بله فقها به خاطر این گفتن یعنی از حج مستحب، تو روایات متواتر داره که از یه حج، دو حج، چند حج، ده حج، بیس حج. خلاصه ما تابع دلیل هستیم، اگه دلیل داره چه اشکال داره؟ چه عیبی داره؟ غالباً نه، اینجور نیست. غالباً اینجور نیست. در ماه رمضان روایت داره که از روایات که در ماه رمضان همجور که روایت داره هر یه آیه قرآن ثواب یه قرآن در وقت دیگه داره، در واجبات در ماه رمضان روایت داره که هر واجبی که انجام بده ثواب 70 تا واجب در غیر ماه رمضانه. یعنی تو ماه رمضان نماز ظهر میخونه، ماه شعبان هم نماز ظهر خونده، این نماز ظهر تو ماه رمضان ثوابش از یا بیشتر یا قد 70 تا، نه بیشتر 70 تا نماز ظهری که در غیر ماه رمضان بخونه. در آخرین جلسه از سلسله نشست‌های علمی مرجعیت شیعه در ماه رمضان 1443 قمری موضوع‌های مختلفی همچون تسمیه سوره‌های قرآن و زمان شماره‌گذاری آیات قرآن کریم، حکم اجیر برای ختم قرآن، مسئله اتحاد آفاق یا اختلاف آفاق، مقصود از عارف در روایت شریفه من اتا قبر الحسین علیه السلام عارفاً به حقهی کتبه الله فی اعلا علیین، حکم دادن خمس سهم سادات به اشخاصی که از طرف مادر به اهل بیت علیهم السلام منتسب می شوند، ادله وجوب زکات فطر میهمان بر میزبان، تنجز علم اجمالی و اشرفیت قرآن یا اهل بیت علیهم السلام مطرح شد که همچون شبهای گذشته آیت الله العظما شیرازی به سوالات مطرح شده پاسخهای تفصیلی بیان فرمودند. لازم به ذکر است طبق اعلام دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسین شیرازی دامت ظله نشستهای روزانه معظم الله از ظهر چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401 ساعت 12:30 برقرار می باشد.